الو، من میخوام که با بهروز صحبت کنم. مسیجا چیه؟ الو بهروز، بهروز چی چی بهروز. الو الو هنی، الو سلام، میتونم با آقا بهروز صحبت کنم؟ کسی جواب تلفن منو بده لطفا. Can I speak to Bruce, please? Hello. Hello. Hello, honey. سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای فورتونه. متشکرم از اینکه به شوی فورتونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ده سال داریم میگیم جدید و متفاوت با گذشته، هنوزم نامستم، هم جدید هم متفاوت با گذشته. ما اومدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجعش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همینجا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت کنه. شو پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش اومد کسی هم تغییر نمیکنه. یعنی فقط حرفای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk. شگفت انگیز ماجیک پلنر. آیا از طرح خالکوبی و فرم تفریح خود ناراضی هستید؟ آیا به دنبال راه حل مناسب برای پاک کردن و یا تغییر شکل آن میباشید؟ آیا از لیزر کردن، زخم شدن و عوارض پس از آن هراس دارید؟ دیگر نگران نباشید. با استفاده از محلول معجزه‌گر پاک کننده تفریح شما می توانید بدون درد و هزینه کمتر از یک ماه کلی آثار به جان مانده از تتو و خالکوبی را از پوست خود محو کنید. سفارشات 0919-655-6553 0919-655-6554 کمپانی 7 تقدیم می کند کمربند ویبره حرارتی مکس توربو. حتما شما راههای سختی را برای از بین بردن چربی استفاده کرده اید که هیچ کدام جواب نداده است. مکس توربو مشکل شما را حل می کند. مکس توربو راه جدیدی است برای از بین بردن چربی های اضافی. شما میتونید با 10 دقیقه استفاده در روز تمام چربی های اضافی خود رو از بین ببرید. قابل استفاده برای عضلات شکم، رانها، پهلوها، دستها، ساقهای پا. کافی است روزی دو بار به مدت 10 دقیقه از این کمربند وسیله معجزه‌گر استفاده کنید. تنها کمربند لاغری دارای تاییدیه از وزارت بهداشت ایران که علاوه بر تأثیرات فوق باعث رفع کمردرد و پادردهای مزمنه. تلفن سفارش کالا 0912-411-35 0912-411-36. بله، خیلی با تشکر کنیم از دوستانمون در گروه بیوتی شاپ و اسپانسر عزیز دیگرمون که دستگاه های لاغری و همچنین محلول از بین برده تتو رو تو شوی پرچون تبلیغ میکنن. از دوستان دیگری که دوست داشته باشن محصولشون رو و خدماتشون رو در شوی پرچون تبلیغ بکنن دعوت میکنیم که لطف کنید با ما تماس بگیرید. تلفن های تبلیغات ما هم میتونید به دفتر امید ایران زنگ بزنید، هم به همه دفاتر امید ایران در هر جای دنیا که میشناسید و تماس دارید تماس بگیرید یا مستقیم با خود ما تماس بگیرید. چند تا تلفن داریم، تلفن تبلیغات هست که حالا بعدم سر فرصت خواهید دید و در طول برنامه لطف کنید تلفن ها یادداشت بکنید که با ما تماس بگیرید. ما کلیپ آگهی، بله لطف کردن دوستان، مرسی، you're very fast. I like it. بعد
این شماره تلفن ها که به خصوص اون که در آمریکا هست شماره تلفن تبلیغات پرچونه هست و اون پایین تریش در ایران که 935 70 79 410 70 79 410. یک کلیپ آگهی مجانی اگر شما کلیپتون رو نداشته باشید، ضمن که یک اینترویو و یک 800 نمبر مجانی از طرف شوی پرچونه به شما تقدیم میشه. وقت امروز کوتاست، مطلب داغه. ضمن یه خبر دیگه هم به شما بدم، رادیوی پرچونه کماکان داره کار میکنه و ضمن برنامه لایو امروز ما که در تلویزیون امید ایران به صورت زنده پخش میشه، این برنامه هم به صورت لایو روی رادیوی پرچونه هم شنیده میشه. پس اگه شما هر جا هستید، اگر از رادیوی پرچونه دارید شوی پرچونه رو گوش میدید، این برنامه لایو و میتونید با شماره تلفن استودیو که هست 818 708 7070 با ما تماس بگیرید. ما منتظر تماس شما هستیم، ببینیم از کجا رادیو رو گوش میدید، چی کار میکنید و بر صورت موضوع خودمونم تعقیب میکنیم. برنامه لایو امید ایران داره لایو رو رادیو پرچونه هم پخش میشه، بر صورت سعی میکنیم این سنت اینو بکنیم میشه سنت اگه بشه. خلاصه آقا امروز موقعی هستش که میخوایم یک حقیقتی رو از زبون دختر خانوما بشنویم. امروز دختر خانوما به ما زنگ بزنن، اگرم که موقع باباشون اونجا نشسته یا دیر وقته یا زود وقته یا تلفن نمیدونم حالا یکی دیگه زنگ میزنه. به هر صورت میخوایم به ما زنگ بزنید. خلاصه تلفن ها از همین الان بازه. سوال امروز فقط سوال، بنده هیچی نمیگم، من نظری هم ندارم چون نمیدونم. سوال من امروز از دختر خانوما این هست، لطفا گوشی رو بردارید به ما زنگ بزنید. شماره تلفن 818 708 7070. چند درصد از دخترای شهر شما دوست پسر دارن؟ اگر هم از این سوال خوشتون نیامد میتونید بگید علم بهتر از یا ثروت. باورت بشه الان 4 تا تلفن علم بهتر از ثروت میگیری. به خدا میگیری. الان دیگه من میخواستم بگم علم خوبه ولی ثروت هم خوبه. خیلی متشکرم، مرسی. به خدا میگیری. آره ببین، یه دفعه من گفتم آقا چه کارهایی هستش که واقعا برای چه کارهایی به نظر شما باید مجوز و لایسنس داشته باشه؟ یه نفر خیلی کل مسابقه است، گفت آقا برای خروج از کشورم مجوز لازم است. آفرین، این دو امتیاز برای آقا. میدونم لو میرن دیگه. ببین آخه نه، امروز بیشترین استفاده از این سوال، زمینی که دخترایی که دوست پسر ندارن میخوان پیدا کنن میتونن بکنن، ولی بیشتر از استفاده از این سوال باباهای عزیز بسیار با غیرت که فکر میکنن دخترشون دوست پسر نداره، بهترین استفاده از این برنامه رو اونا میکنن. دختر خانمای عزیز تلفن داریم میشه. دختر خانمای عزیز زنگ بزنید به من بگید که در شهر شما به نظر شما چند درصد دخترها دوست پسر دارن. بعدم باید به ما بگی شهرتون کجاست، شهرتون کجاست و به نظر شما در شهر شما چند درصد از دخترها دوست پسر دارن. خط چند رو بگیریم؟ خط 1. شوی پرچونو بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. سلام بهروزم، خسته نباشید. سلام، مرسی. سریع بریم سر اصل مطلب چون وقتمون کمه. هم هر جا ما شما رو ببینیم خوشحالیم. بله. ولی این بهتر از سر زد؟ نه، پی پی به هر دوتاش. سوال این شوخی بود. نه من چه دمیم. شوخی بود عزیزم. سوال من اینه که ببین نگفتم اول تلفن در بود. سوال من، ما این شوخی کردیم، مسخره بازی بود. سوال من این بود که سوال صف کن. به نظر شما در شهر شما چند درصد از دخترها دوست پسر دارن؟ والا 99%. از کدوم شهر شما زنگ میزنید؟ من از کالیفرنیا. از کدوم شهر زنگ میزنید؟ از اسکاندیناوی. اسکاندیناوی. دخترای ایرانی در شهر شما چند درصدشون دوست پسر دارن؟ تو تا کی گفتی؟ بله. برنامه رادیو پرچونه رو عمل کردن جز من. همه چی کار کردن؟ عمل کردن فول اف پلاستیک. میرن ایران تا دوست پسر گیر میرن. بله، مرسی از لطفت که زنگ زدی. برنامه رادیو پرچونه رو از پرچونه.com میتونی گوش بدی. قربون دارم، دوست دارم. I love you, thank you, bye. پرچونه.com که میرین
اون وسط بزرگ نمیشه لیسن کلیک میکنید، برنامه رادیو پرچونه زدن برنامه تلویزیون امید ایران لایو همین الان داره پخش میشه از رادیو پرچونه، که اگه شما تلویزیون ندارید نگاه نمیکنید بتونید از رادیو پرچونه که از پرچونه داستان پخش میشه همین برنامه رو لایو ببینید. خط فقط این کسایی که میخواین سوال جواب بدن بگی لطفا. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی هستیم. الو الو بفرمایید، با بهروز رو ایر هستی صاف برو سر اصل مطلب. سلام. سلام بفرما. صدای من میاد؟ الو صدای من میاد؟ بله بله صدای شما میاد. لطفاً بدون سلام علیک صاف برو سر اصل مطلب. از چه شهری زنگ میزنی و چند درصد؟ من بگم که ببینید من البته آماری نگرفتم در خصوص حالا دختره حالا تر خودمون شهر دیگه. دوره راهنمایی که بودم مثلا 12-13 سالم بود، میادم مثلا 30 نفر مثلا 7-10 نفرشون رو من میدونستم که حالا با یه نفر یه سرسری دارم. البته خب اونجا محیطی بود، یه محیط سوپر مذهبی بود که اصلا اینا جایی نداشتن و فقط همینجوری همدیگر یه جایی یه وقت. پس در محیط سوپر مذهبی الان رو من میخوام بگم من الان یه پزشک هستم، یه روستایی کار میکنم آخر دنیا، فقط مونده به اون حق توحش باید بدن که نمیدن. توی این روستا دختره آفتاب محتاب ندیده اینجا دختره نازنین برزن میام که من خانم داشته یه وقت به کسی نگیا برای اون تست حاملگی بنویسه. آره میگن آره، بعد مامانمون هم نفهمه. خب چشم تکاره اینجا مامان شما بگیم ما کاری نداریم. خب حالا چطور این اتفاق افتاد مثلا حالا توی طویله مثلا؟ پس واقعا اصلا نمیدونن چه اتفاقی افتاده. میگم چی میدونم رفتیم تحویلو نمیدونیم یه دفعه دیدیم اینجوری شد. ببینید اینجوریه، قابل توجه حضرت پسرای خوبی که مثلا یه وقتی از شهر میرن دوستا دختره آفتاب محتاب ندیده میگیرن، اونایی که از آمریکا میان ایران دختره خوب و نازنین میبینن. در مورد حالا پوینت خودمون، من چون پزشک هستم با پزشک دوستای خودم، خب مثلا آدمای مدل خودم من دختره مثلا توی کوچه و خیابون و مثلا دختره مثلا اخشار دیگه جامعه رو من خبر ازشون ندارم، نمیدونم آمار ازشون ندارم بگم چند. حالا شما به نظر خودت زیاده حالا به نظر خودت میشه شما یه خودم بذاری ما حرف بزنیم؟ سوال من از شما دارم، شما داری میگی در یه شهر سوپر مذهبی شما وقتی محصل بودی 30% 35% دوست پسر داشتن، الان شما فکر میکنی خیال خودتو فقط به من بگو که در شهری که شما هستی کدوم شهره اسمشو به من بگو، به نظرت شما چند نفر دخترها دوست پسر دارن؟ من نمیدونم، من چون یه چیزی حدوده بگم 10 سالی اونجا زندگی نکردم. آها خیلی مرسی از محبتت، لطف میکنی. مرسی، من میتونم بگم خیلی زیاد. متشکرم از محبتت، مرسی که زنگ زدی. دوستان چند نکته بگم، اینجا دادگاه نیست، ما اینجا صدای شما رو نمیخوایم به پلیس یا به دادگاه گزارش بدیم. شما میترسی حرف بزنی، اگه میترسی حرف بزنی لطفاً به شوی پرچونه زنگ نزن، جای زنگ زدن نیست. اگه میترسی حرف بزنی برنامه های شب شعر هست، روانشناس هست، نمیدونم ناز کنیم و نمیدونم فلان کنیم و شعر بخونیم و اشک بریزیم و گل نشون بدیم هست این برنامه. اگه میترسی حرف بزنی لطفاً زنگ نزن به این برنامه، 1 ساعت ما وقت داریم، وقت برنامه رو نگیر. مرسی که گفتی، اون نکته که گفتی قشنگ بود، ولی خواهش میکنم اگه مطلبی داری بی‌ترس بگو. ضمن این برنامه امروز قابل توجه باباهای سوپر با غیرت هم هست، خواهش میکنم باباهای عزیز سوپر با غیرت که الان نشستن سیبیلای چخماقی رفته بالا، دو تا انگشت سبابه رو اینجوری از این استخوان جابون که اینجوری کج میشه از اینجا تو تا انگشتا رو فرو میبری از پر